دوستانی گرانقدر، به درس روز 21 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما شما در بخش وندرز روی پرچیز آردر صحبت میکنیم. وقتی که شما جنس خریداری میکنین از کمپانی های مختلف، از سپلایر های مختلف، اولین کاری که ما شما میکنیم به اساس اصول کویک بوکس باید برای ما شما یک آردر کنیم از امو جنس ها یا آیتم هایی که خریداری میکنیم که نمیره به نام پرچیز آردر یاد میکنه. پس وقتی که ما شما به یک وندر خود آردر کردیم به خاطر خریداری آشیا یا آیتم یا اینونتری، باید او را ما شما در پروگرام کویک بوکس در بخش پرچیز آردرز ثبت کنیم که ما به این نمی وندر خود پرچیز آردر کردیم. خب قبل از اینکه ما شما روی پرچیز آردر صحبت کنیم عملی، میایم یک دفعه امی گرافیکل ریپرزنتیشن از طریقه کاری با وندرز براتون تشریح میکنم که اینجا شما میبینین که اینجا برای ما تشریح کرده که وقتی که شما از وندرز چیزی را میخرین به چی اساس و به چی اصول باید پیش برین و کویک بوکس چه قسم او را در اینجا ثبت میکنه با خود و چه قسم او را پروسس میکنه. خب اولین کاری که ما میکنیم چیسته؟ پرچیز آردر هسته با وندر. و این پرچیز آردر به اساس چی میشه؟ وقتی که بر شما مشتری از پیش شما تقاضا میکنه که فلان جنس یا آیتم یا اینونتری را ما کار داریم و او پیش شما نباشه، از پیش ما یک مشتری استیمیت گرفت یا کوتیشن گرفت و او جنس پیش ما کم بود، ما چی میکنیم؟ مستقیم میریم پرچیز آردر میکنیم. با کی پرچیز آردر میکنیم؟ با وندرز خود. بعد از وقتی که پرچیز آردر کردیم اینونتری را ما ریسیو کردیم، وقتی که اینونتری ریسیو شد او وندر ما که از اینونتری را یا آیتم برای ما روان کرد، بعد از او را ما شما بلش در برنامه کویک بوکس میرسانیم که را به نام انتربلز اگینست اینونتری یاد میکنه. وقتی که شما انتربل کردین در برنامه کویک بوکس، اینونتری ریسیو کردین، انتربل شم شد، بعد از او باید ما شما چی کنیم؟ پیبل کنیم. خب گاهی گاهی میشه که ما یک اکسپنسش خود ریکارد میکنیم در برنامه کویک بوکس. مثلا یک وندر ما است کمپانی ISP داره و او برای ما که است مثلا مصارفات یک ماه اینترنت اکسپنس پرداخت میکنیم، بلای زیر اینجا ما میتونیم انتر کنیم که انتر بل بگیم، مصارفات خود انتر کنیم و بعد از او را پی بل کنیم. ما شما دیگه ایست امو شارت انترودکشن گرافیکل ریپرزنتیشن طریقه کاری با وندرز. خب حالی ما چی میکنیم؟ با چون اول ما میرم در اینونتری مینو میرم، در اینجا روی فیزیکلی اینونتری ورکشیت کلیک میکنیم که ما اینونتری با خود دفتر داریم یا نداریم. وقتی که روی ازی کلیک کنیم امو اینونتری که ما شما از طریق آیتم لیست اینجا اضافه کردیم، اینمی آیتم هایی که ما شما اینجا اینونتری پارت اضافه کردیم و سرویس آیتم که اضافه کردیم، از یکیش ما فعلا نداریم. مثلا سرویس آیتم خود چیزی است که او خریداری نمیشه، مستقیم ما سرویس میدیم در مقابل از پول بدست میاریم. اینمو اینونتری پارت کل از یکی شما میبینین، مثلا دل بیتری داریم و دو دانه مدل داریم، دل چارجر است دیم دو دانه مدل داریم، دل اسکرین است که دیم دو دانه مدل داریم، اما انواعشه. مگم آن هند ما که صفر است فعلا نداریم. پس وقتی که صفر است به این معنی که ما این را فروخته نمیتونیم چون جنس پیش ما در دفتر موجود نیسته. باید چی کنیم؟ این را ما شما خریداری کنیم. به خاطر خریداری باز ما چی میکنیم؟ میایم در کدام جای مثل سابق واری ازیج روی پرچیز آردر کلیک میکنیم. امی کار از این قسمت میتونیم و ام میتونیم که در مینوی وندرز بیایم روی کرییت پرچیز آردر کلیک کنیم. وقتی که کرییت پرچیز آردر کلیک کردین یک قسم یک صفحه برای ما باز میشه. اولین کاری که ما شما میکنیم انتخاب وندر هسته که با کدام وندر شما پرچیز آردر کردین یا میخواین که پرچیز آردر کنین. مثلا ما اولین ریکارد به افغانی را میرسن، مثلا با می پاورلینک ما یک پرچیز آردر میکنیم چون وندر افغانی ما داخلی است و وقتی که چیز را ما میخریم جنس از او به افغانی را میخریم، پول به افغانی برش پرداخت میکنیم. باز در ریکارد بعدی ما شما از US دلار هم پروسس میکنیم که او چه قسم میشه. خب ما پاورلینک انتخاب کردم، نام وندر ما پاورلینک است، مکمل ریکارد از اینجا میاد. این وندر درست دیتیلش است و این شیپمنت دیتیل کمپانی خود ماست که از این نفر وقتی که جنس برای ما میاره این باید کجا شیپ کنه؟ در اینجا XYZ فینانشل سرویس کمپانی که نام کمپانی خود ماست. تاریخی امو پرچیز آردر شما در اینجا انتخاب میکنم. مثلا ما پرچیز آردر در تاریخ 15 سپتامبر بررسی کردیم. صحیح، تاریخ 15 سپتامبر 2020 ما بررسی پرچیز آردر کردیم. خب در اینجا پرچیز آردر نمبر نوشته میشه که این پرچیز آردری که تو کردی پرچیز آردر نمبر چند است، اول از 2 3 4 5 چقدر است. این برای کویک بوک خودش بررسی یک نمبر مشخص میده. ما اینجا خودش یک اومده دیگه مدرسه نمیزنم، میگم یک. صحیح است. برزو دین قسمت پایین شما اولین کاری که میکنین انتخاب آیتم یا جنس است که چی را شما برزی پرچیز آردر میکنین. ما میگم ما زمین دی 610 دل بیتریک است، یک دانه ازی آردر میکنم. به مو شکل میگم که مدل دیگیش که بنامه 14 15. این را ما از خود رساندیم در اینجا. اینکه به این مدل چیز وجود داره نداره، خب ما از خود رساندیم به خاطر پرکتس. میگم این مدل هم چی میکنم؟ پرچیز آردر میکنم. خب به مو شکل ما میگم که از امی چارجرم که است از این پرچیز آردر جور میکنم، آردر میکنم از این و به مو شکل سکرینم آردر میکنم. خب از این تمام آیتم ها که هسته ما مدل چیزایش انتخاب کردم. میگم که کوانتیتی که ما ضرورت دارم 5 دانه ازی ضرورت دارم، امی کلش 5 دانه را ما آردر میکنم. امیالی خب کلش مکمل 6 آیتم است. از 6 آیتم ما 5 دانه آردر میکنم. خب این را انتخاب کردم دیگه. مکمل آیتم هایی که ما آردر کردیم تقریبا 30 آیتم میشه. 6 دانه آیتم است که کوانتیتی 30 دانه میشه. و اینجا یونیت آف میزورمنتش هم برای ما نشان میده که یونیت آف میزورمنت از واحد اندازه‌گیری از ایچ است. در دسکریپشن چون ما وقتی که در لیست میرفتیم در اوجه او را اضافه میکردیم، چیزی را نوشته نکردیم. در اینجا برای ما چیزی را نمیاره. اگر خودت میخوای چیزی را نوشته کنی اینجا مشکل نداره، میتونی اضافه کنی. و در این طرف که اسم قیمتایش برای ما نشان میده که اینمی یک دانه بیتری که ما میخریم به چند برای ما تمام میشه؟ تقریبا به 1000. 5 دانه ازی به 5000 میشه. این دانش 500 است، 5 دانه ازی که است 2500 افغانی میشه. مکمل اینمی پرچیز آردر ما که است مکمل توتالش چقدر میشه؟ 30500 افغانی مکمل میشه. خب اگر شما میخواین به وندر کدام پیام چیزی را نوشته میکنین که مثلا ای بسیار عاجل است یا زود برای ما ایره جور کو، نوشته میکنم که this dear vendor. صحیح است. برزو میگم که this order is urgent. فقط ما قدر نوشته کنم که اینمی آردر ما که از بسیار عاجل یا urgent است که او بفهمه که مثلا چیزی که آردر کرده برای ما بسیار مهم است، این را باید زود خلاص کنم. اگر چیزی را نوشته نمیکنین مشکل نداره، بیاین این را پاک کنه، هیچ مشکل نداره. خب بازم اگر مسیج باشه بسیار خوب است. کدام مسیج از شما اگر نوشته میکنین با مو شکل د پایین د میمو کدام کامنت ور چیز را نوشته میکنین دیگه نوشته کده میتون د غیر از اون نیاز نیست. بعد از او اگر میخوای که همزمان دیگه آردر نوشته جور کنی فقط سیو نیو کلیک کو. اگر میگی که نه کمی یک پارسیز آردر ما جور میکنم، بعد از او سیو این کلوز میکنم. وقتی که شما سیو این کلوز کلیک کردین بیاین د مینوی وندر ری وندر سنتر کلیک کنین. وقتی که روی از کلیک کردین د هیستوری اینمی پاور لینک است یک دونه ترانزکشن اضافه شده. و یک ترانزکشن که است نمبر چند است؟ یک است. وی چیز پرچیز آردر است. با کدام تاریخی پرچیز آردر شده؟ به تاریخ مای 9 تاریخ 15 2020 و اکانت کی با او لینک است پرچیز آردر است. وی از چقدر پیسه است؟ 30500 افغانی این پرچیز آردر است. و دیگه در اینجا معلومات وندر ما رو مکمل نشان میده که وندر کیست، شماره تلفن دیگه مسائل. بعد از اینکه ما شما اینجا پرچیز آردر کردیم، این پرچیز آردر وقتی که شما ما کردیم، اگر شما بیاین در بخش اینونتری در اینجا در فیزیکلی اینونتری ورشیت هیچ چیز ما اضافه نشده. چرا اضافه نشده؟ به خاطر از اینکه ما فقط یک آردر کردیم، تانوز اینونتری ریسیف نکردیم. یک آردر کردیم برای اینکه بدر ما اینی جنس کار داریم. شاید پیش از اون نفر باشه، پیش میوندر ما شاید نباشه و شاید باشم کم باشه. دیگه به او خاطر تنوز ما آیتم اینونتری ریسیو نکردیم. وقتی که او را ما ریسیو کنیم دیگه کوانتیتی آن هند ما چی میشه؟ اضافه میشه. به مو خاطر است اگر ما شما بیایم دینجا برای ما د پاورلینگ او پولا بالانس دیگه آرت نکرده و دینجا کدام پولی که دینجا میای اینی بالانس کیس بالای ما شما اکاونت پیبل است بکی به میوندر و به میوندر کیس ریسیویبل از پیسی است که بالای ما و شما وندرهای ما قرض داره. چرا این پول دیگه اضافه نشد؟ دیگه نشون میده به خاطر از اینکه ما پرچیز آردر کردیم از 30500 افغانی تا هنوز جنس ریسیو نکردیم. وقتی که آیتم ما ریسیو کردیم بعد از او پول دیگه اینجا چی میشه؟ اضافه میشه. به مو خاطر پیشتر اگه شما متوجه باشین ما ده هوم اسکرین که رفتم ده هوم پیج دیگه گفتم وقتی که پرچیز آردر کردی تا وقتی که تو ریسیو آیتم نکنی اون سری تو پیبل نمیشه پیسه مو قیمت از مو آیتم یا اینونتری که ما شما چی کردیم آردر کردیم. دیگه ای بود دوستا طریقی جور کردن و ریکارد کردن پرچیز آردر در برنامه کویک بوکس.